منابع آگاه در فرودگاه بیروت صبح امروز ورود آقای ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به آن کشور را تایید کردند. وی که برای جلب حمایت در جهت برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو در حال دیدار با رهبران کشورهای خاورمیانه است، پس از دیدار با رهبران ایران گفت حضور ایران در کنفرانس ژنو دو به عنوان متحد کلیدی بشار اسد ضروری است. آقای ابراهیمی پس از لبنان برای نخستین بار بعد از آخرین دیدارش در ماه دسامبر گذشته مجدداً به دمشق سفر کرد. او در آخرین دیدارش در ماه دسامبر ایجاد یک تغییر بنیادی و تشکیل یک دولت موقت را برای رفع بحران سوریه مطرح کرده بود. رسانه‌های دولتی سوریه نیز در پاسخ موضع وی را جانبدارانه خوانده و به او لقب جهانگرد فرتوت را داده بودند. اما اکنون دولت سوریه میگوید مادام که این سیاستمدار 79 ساله بی‌طرف بماند اشکالی ندارد به سوریه بیاید. اخضر ابراهیمی از ماه سپتامبر سال 2012 با کنارگیری کوفی انان از این سمت نمایندگی سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب را در مسائل سوریه بر عهده گرفت. ورود وی به سوریه مقارن با اخطار 19 گروه و تشکل مخالف بشار اسد صورت گرفته است. این گروه‌ها تهدید کردند هر کس و هر بلوک اپوزیسیون که در کنفرانس ژنو دو شرکت کند خائن است. تهدیدی که اعتراض دولت روسیه را در پی داشته و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آن را فوق‌العاده ظالمانه توصیف کرده است. سرگئی لاوروف در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است خیلی بی‌رحمانه است که بعضی از تشکل‌های افراطی و تروریست مخالف دولت سوریه شروع به تهدید کردند. تهدیدهای آنها متوجه کسانی است که تلاش می‌کنند کنفرانس ژنو دو برگزار شود، کنفرانسی که با پیشنهاد آمریکا و روسیه قرار است تشکیل شود. آقای لاوروف در ادامه فرماندهان اسلامگرایان را مقصر دانسته و میگوید آنها تلویحاً توجیه میکنند که دفاتر دیپلماتیک و نمایندگی های روسیه در کشورهای خارجی ممکن است هدف حمله و ترور قرار بگیرند. تاریخ برگزاری کنفرانس ژنو دو هنوز مشخص نشده است و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است تاریخ دقیق آن را اعلام کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا. Message to the